جو امنیتی سنگین 10 روز بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران. چند نماینده مجلس میگویند نگران دانشجویان بازداشت شده هستند. در نشست ویژه شورای امنیت از ایران خواسته شد حقوق معترضان را رعایت کند، اما به آمریکا هم گوش زد شد که نمیبایست این موضوع را به این نهاد بکشاند. تشییع پیکر دو عضو لشکر فاطمیون در تهران. به گفته یک مقام این تشکیلات تا حالا بیش از 2000 افغان در سوریه کشته شدند. در ایران 10 روز بعد از شروع اعتراض‌های سراسری جو امنیتی سنگینی در شهر حکم فرماست. خانواده‌های بعضی از زندانیان مقابل زندان اوین تهران تجمع کردند. با اینکه امروز هنوز گزارش‌های موثقی از اعتراض‌های احتمالی منتشر نشده، در خارج از ایران تظاهرات ضد حکومتی برگزار شد. فرداد فرستاد گزارش می‌دهد. زندان اوین 16/10/96. تجمع خانواده بازداشت شدگان روبروی زندان اوین. تعداد نامشخصی از معترضان در روزهای اخیر بازداشت شدند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ایران بازداشت حدود 90 دانشجو را تایید کرده و گفته از این تعداد وضعیت 10 نفر نامشخص است. در بعضی شهرهای ایران هنوز فضای امنیتی حاکم است. اعتراض‌های هم عموماً شب هنگام در جریان است. دولت ایران به خبرنگاران بی بی سی اجازه فعالیت در ایران نمی‌دهد و اینترنت را هم به شدت فیلتر می‌کند. در چنین شرایطی دسترسی به اطلاعات دقیق دشوار است. فیلترینگ برنامه تلگرام، محبوب‌ترین شبکه اجتماعی ایرانیان، اما هنوز برقرار است. رمضان علی صبحانی فرد، عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه، گفته رفع فیلتر تلگرام بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. در خارج از ایران هم تظاهرات مخالفان حکومت ادامه دارد. اینجا امروز در استکهلم سوئد. و این یکی در لندن روبروی سفارت ایران. شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، هم که شماری از معترضان این روزها در حمایت از او شعار دادند، پیامی داده و خواهان سرنگونی حکومت ایران شده. با هم این نظام را برخواهیم چید. نشست ویژه شورای امنیت بود که آمریکا خواستار آن شده بود. اما روسیه، چین و فرانسه گفتند تحولات ایران تهدیدی علیه امنیت بین‌الملل نیست و تر این موضوع را مغایر اساسنامه این نهاد دانستند. در این حال فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند به حقوق معترضان احترام بگذارد. از واشنگتن مهرنوش پورزیای گزارش می‌دهد. اولین جلسه رسمی شورای امنیت در سال 2018 میلادی. موضوع جلسه اعتراضات خیابانی در ایران به درخواست این زن نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد. مردم ایرانند که سرنوشت خود را تعیین خواهند کرد. شک نداشته باشید که آمریکا بدون شرمساری کنار آنهایی در ایران ایستاده که به دنبال آزادی و بهروزی برای خود و خانوادهشان و سربلندی کشورشان هستند. ما ساکت نمی نشینیم. تلاش‌های فریبکارانه برای اینکه معترضان بازیچه خارجی‌ها خوانده شوند هیچ تأثیری در این حرکت نخواهد داشت. مردم ایران حقیقت را می‌دانند و ما هم حقیقت را می‌دانیم. برای نماینده ایران حقیقت چیز دیگری بود. آقای خوشرو به شورای امنیت گفت حکومت این کشور شواهد محکمی در دست دارد که نشان می‌دهد اعتراضات از خارج کشور مدیریت می‌شود. آمریکا سابقه طولانی در قلدری در سازمان ملل دارد، اما این مورد نمونه‌ای مضحک است، آن هم در مسئله کاملا داخلی یک کشور. در این اعتراضات دولت ایران با کمال احترام به حقوق معترضان و با حد اکثر تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز آن اقدام کرد، آن هم علی‌رغم نفوذ خشونت طلبان و تشویق مستقیم قدرت‌های خارجی از جمله رئیس جمهوری آمریکا. خانم هیلی در بخش دیگری از سخنانش تلاش کرد فصل مشترک اعتراضات ایران و امنیت در خاورمیانه را پررنگ کند. شاید تلاشی برای گره زدن ناآرامی‌ها به امنیت منطقه. به گزارش سازمان ملل، ایران سالانه 6 میلیارد دلار صرف حمایت از رژیم بشار اسد می‌کند. مردم ایران این موضوع را می‌دانند، برای همین می‌گویند سوریه را رها کن و فکری به حال ما کن. ایران میلیون‌ها دلار صرف شبه نظامیان در عراق می‌کند و میلیون‌ها دلار دیگر را به حوثی‌های یمن می‌فرستد.
از جمله موشک‌های دوربرد که به کشورهای دیگر شلیک کنند. در حالی که یک خانواده متوسط ایرانی نسبت به 10 سال پیش 15% فقیرتر شده. بریتانیا دیگر عضو دائم شورای امنیت هم در این جلسه چون سفرای سوئد، هلند و لهستان از سرکوب معترضان در ایران انتقاد کرد و از ایران خواست به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر بدهد. با این همه سفیر فرانسه و چین اعضای دائم دیگر شورای امنیت ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران شورای امنیت را جای طرح این موضوع ندانستند. نماینده روسیه اما عملا جلسه ای را که آمریکا امیدوار بود به فشار بین المللی بر ایران بیانجامد به تریبونی برای انتقاد از دونالد ترامپ تبدیل کرد. دلیل احضار نشست امروز حمایت از حقوق بشر و منافع مردم ایران نیست، بلکه دلیل پوشیده و پنهان آن تلاش برای سوء استفاده از وضعیت فعلی برای پایان دادن به برنامه جامع اقدام مشترک یا توافق هسته‌ای با ایران است. اشاره یا هشداری به دولت آمریکا که مبادا از اعتراضات خیابانی در ایران و حمایت از معترضان به عنوان دستمایه‌ای برای از سر گرفتن تحریم‌های نفتی ایران در هفته‌های آینده استفاده کند. اعتراض‌های اخیر تا اینجای کار رهبری مشخصی نداشته. اگرچه در نبود احزاب سیاسی مخالف در ایران، بعضی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی خارج از کشور از معترضان خواستند راهشان را ادامه دهند، اما بعضی از معترضان به یکی از این شخصیت‌ها روی خوش نشان دادند. رضا پهلوی ولیعهد پیشین. با او صحبت می‌کنیم. اول گزارش فریبا سهرایی. ایران دست کم یک دهه شاهد چنین اعتراض‌هایی نبود. حرکتی اعتراضی که خیلی زود به چهار گوشه ایران کشیده شد و با شعارهای ضد حکومتی رأس هرم قدرت را نشانه گرفت. تا رهبری و نهادهای امنیتی. 10 روز اعتراضی که دست کم تا اینجای کار رهبری مشخصی نداشته. مطالبات معترضان کمابیش روشن است، اما در غیاب احزاب سیاسی و نبود رهبری مشخص به نظر نمی رسد اعتراضات سازماندهی واحد و منسجمی داشته باشد. با شعارهای از این قبیل معترضان هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب را زیر سوال برده و رد کردند. در غیاب احزاب سیاسی مخالف در صحنه تظاهرات، بعضی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی خارج از کشور معترضان را مخاطب قرار داده و ضمن حمایت از اعتراضات آنان را به ادامه حرکت خود فراخواندند. 40 سال کار شما سرکوبه. خسته نشدید؟ بیزار نشدید؟ احساس شرم نمی‌کنید؟ احساس حقارت نمی‌کنید؟ از جمله پیام ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری پیشین ایران به نیروهای مسلح. پس موقع رو محترم بشمارید و به مردم ایران بپیوندید. در جریان اعتراض‌های اخیر اما یک استثناء هم وجود داشت. چنین شعارهایی در خیابان‌های ایران تنین انداز شد. شعارهایی در تمجید و حمایت از خاندان پهلوی بعد از گذشت 40 سال از انقلاب ایران. بیان سرخوردگی و یأس از جریان‌های درون حکومتی و شاید هم ناامیدی از جریان اصلاح طلبی در ایران. شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران هم به صف حامیان این حرکت اعتراضی پیوسته. بنیانگذار و رئیس سابق شورای ملی ایران در گفتگو با رسانه‌های ایرانی و خارجی گفته عمر حکومت فعلی ایران به سر آمده. رضا پهلوی بزرگترین فرزند آخرین پادشاه ایران 7 ساله بود که رسما شد ولیعهد این کشور. 4 دهه پیش وقتی امواج خروشان انقلاب ایران خاندان پهلوی را به زیر کشید، او هم ناچار به ترک ایران شد. او امروز از فعالان سیاسی و مخالفان سرسخت حکومت ایران است که سرنگونی جمهوری اسلامی را تنها راه نجات کشور از وضعیت فعلی می دانند. شاهزاده رضا پهلوی از واشنگتن با ما هست. در این اعتراض ها وقتی از پدر بزرگ و پدر شما به خوبی یاد میشه، احساستون چه هست؟
اجازه بدید قبل از هر چیز مراتب همدردی و تسلیت خودم رو به کسانی که متاسفانه در این درگیری های اخیر و تظاهرات جان خودشون از دست دادم، منتهای همسویی و همدلی رو با تمام این خانواده ها در چارگوشه مملکت ابراز بدارم. برای من مایه بسی افتخار است. چرا؟ چون فکر میکنم به خصوص نسل امروز که بعد از 40 سال با دقت مطالعه کرده، تحقیق کرده، شاید از نسل پدرها و مادرها خودشون چیزایی رو شنیده که هرگز خودشون ندیدن، به هر حال به این نتیجه رسیدن که هدف پدر بزرگم یا پدر من خدمت به مملکت بود، آزادی و خوشبختی و ترقی در مملکتمون بود، مدرنیته بود، برابری زن و مرد بود و خیلی مسائل دیگر که متاسفانه از زمان تشکیل این حکومت به کلی زیر پا گذاشته شد. تمام اون آزادی های اجتماعی که مردم داشتن از نظر باورهای مذهبیشون یا از هر تیره‌ای که بودن، هیچ وقت مشکلی رو ما در مملکت نداشتیم که متاسفانه این نظام باعث شد و امروز به مرحله رسیدیم که سوای مسئله سرکوب و فشار، خب تمام این نیازمندی های معیشتیشون رو امروز مردم ابراز می‌دارن. منتها فکر می‌کنم این بار حرکت یک معنای واقعی به مفهوم یک هدف نهایی سیاسی که خواسته اکثریت مردم ایران امروز شده، یعنی پایان این نظام و یک نظام کاملا جدید که مبتنی باشه بر خواست مردم ایران، که تنها میتونه یک نظام دموکراتیک و سکولار باشه. به اعتقاد من، کمطور که میدونید، سالهاست من به این مسئله میاندیشم و امروز ما در مرحله هستیم که سوای آنچه که در تاریخ میتونیم ورق بزنیم، کجای کار امروز هستیم به عنوان یک ملت و به کجا میخواهیم برویم. پس معتقدید که شعارهایی که این افراد دادن در این 10 روز، شعارهایی که حساب شده بوده، روش فکر کردن، روش تعمق بوده و نه لزوماً در نفی یک حکومت و یافتن آنچه که فقط در تاریخ معاصر ایران ازش میدونند؟ ببین، نفی حکومت اگه منظورتون جمهوری اسلامی، بله، که دیگه شعارها کاملا مشخصی دیگه. وقتی میگن مرگ بر دیکتاتور، وقتی که تمام این کلیپ هایی که دوستان از صبح و شب از طریق حالا یا تلگرام یا اینستاگرام میفرستن از خیابون های مختلف شهرهای مختلف و مناطق کشور که میگن اساس جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، مسئله فقط یک تغییر نیمه کار نیست. این جریان اصلاح طلبی که خودتون اشاره کردید، به هر حال دیگه کاربرد نداره، مردم دیگه اعتقاد ندارن، مردم به اینجاشون رسیده. وضعیتی هست که خیلی ساده بهتون بگم، لازم نیست واقعا کار پیچیده بکنیم. این همه پولی که جمهوری اسلامی اخیراً به دستش رسید، خرج چی داره میشه؟ خرج سوریه داره میشه یا خرج مردم ایران؟ خرج حزب الله داره میشه یا خرج کارگران مملکت؟ خرج بهبودی وضع زندگی مردم میشه یا گرسنگان و زندانیان سیاسی یا برای حفظ نظام؟ مردم دیگه گول این حرفای نظام رو نخواهن خورد و نخوردن و بنابراین این حرکت بسیار مهم هستش که به نتیجه برسه، چون این نسل رو نبایست اجازه داد که باز دوباره فدا بشه و بیشتر به مملکتمون لطمه بخوره و ضرر بخوره. در صحبت‌های اخیرتون از نیروهای نظامی خواستید که به مردم بپیوندند، از مردم خواستید به نافرمانی مدنی دست بزنند. از چه جایگاهی این خواسته ها رو از اونها دارید و این مطالبات رو از اونها دارید؟ در چه جایگاهی خودتون رو چطور میبینید؟ ببینید، در تمام حرکت های سیاسی که منجر به تغییر اساسی نظام های به خصوص استبدادی در کل جهان شد، از شورویش بگیرید تا آفریقای جنوبیش بگیرید تا کشورهای بلوک شرق اروپا بگیرید، قطعا برای یک حرکتی که به دور از خشونت باشه در یک نافرمانی مدنی، مسئله امکان یک نظامی است در استفاده از نیروهای سرکوب برای سر جا نشاندن مردمی که در مقابلشون ایستادند. همینطور که میدونید، سالهاست که من به عنوان یک متد کار در مبارزات معتقد بودم به اساس حرکت‌های مدنی به دور از خشونت. و چرا به دور از خشونت؟ برای که تا به حال ندیدم در طول تاریخ که نتیجه حرکت‌های خشن منجر بشه به یک راهگشایی دموکراتیک، اغلب جایگزینی یک دیکتاتوریست با یک دیکتاتوری دیگر. و اما اینجا نقش نیروهای مسلح کاملا کلیدی است برای اینکه
میزان بهایی که باید پرداخته بشه در تغییر یک نظام از نظر خونریزی، از نظر تلفات، از نظر هزینه‌ای که برای جامعه داره به حداقل برسونیم، قطعاً راهکارهای توام با خشونت راهکار اصلی نیست. ولی از طرفی میدونیم که مردمی که بی‌دفاع هستن، مردمی که مسلح نیستن، مردمی که مواجه هستن با یه حکومت سرکوبگر، تنها امیدشون به این میتونه باشه که نیروهای انتظامی طرف اونها قرار بگیرن و مدافع حق آنها باشن، نه حفظ یک نظام حکومتی که به غیر از سرکوب چیز دیگر از خودش نشون نداده. به عبارت دیگر، امروز نیروهای انتظامی کشور، علل خصوص بدنه کلی سپاه رو میگم و بسیج رو میگم، یک انتخاب خیلی ساده باید بکنن: آیا با این مردم هستن که یه روزی در جنگ تفنگی رو به کار بردن برای دفاع از خاک مملکت که همون تفنگ رو امروز رو بچه‌های مردم برگردونن، یا که باشون خواهند بود؟ به این شرط البته، و حق هم دارن این انتظار رو داشته باشن، که در آینده در این تغییر نظام خودشون این وسط از بین نرن، بتونن آینده رو بر خودشون در ایران تصور بکنن. صحیح. و من همیشه مسئله آشتی ملی و عفو عمومی رو از این لحاظ بیان کردم که تمام این نیروها که دستور گیرنده بودن بدونن که در آینده جای خودشون رو خواهند داشت، و به هیچ عنوان ما فلسفه بازسازی کشورمون رو نه روی انتقام، بله، بلکه روی یک آشتی ملی بنا خواهیم کرد. آقای پهلوی، بعضی از معترضان خواهان بازگشت حکومت شده، حکومت پادشاهی شدن، خواهان بازگشت، شاید بشه تلویحاً گفت، بازگشت شما شدن. شما چه جایگاهی برای خودتون قائل هستید؟ یعنی پاسخ شما به درخواست اونها چه هست؟ تنها رسالتی که در تمام این سالها برای خودم اتخاذ کردم به عنوان یک شخصیتی که باور داره به این که اساس تعیین سرنوشت ایران باید به دست خود مردم ایران، اون هم در یک فضای انتخابات آزاد، در جایی که یک مجلس مؤسسان بتواند قانون اساسی و فرم و محتوای نظام آینده رو به مردم پیشنهاد بکنه و نهایتاً مردم ایران هستند که محتوا و شکل نظام آیندهشون رو کاملا آزادانه باز تعیین بکنن، به عنوان روش کار پیشنهاد میدم. من اصلا گرفتاری با شکل نظام در نهایت ندارم، مسئله من محتوا بوده همیشه و این تصمیم مردم ایران هست که بهترین فرم براشون کدوم خواهد بود. ما امروز در این مرحله بایستی به عنوان نیروهای معتقد به دموکراسی، به حقوق بشر و به نظر من سکولاریسم که یک شرط کلیدی است برای داشتن دموکراسی، یعنی جدایی کامل دین از حکومت، بتونیم به یک نظام پارلمانی برسیم. در اینجاست که تمام نیروهای سیاسی، چه چپ باشن، چه راست باشن، چه طرفدار نظام پادشاهی باشن، چه طرفدار جمهوری باشن، امروز وظیفه دارن که یک اتحاد وسیع ملی رو فراهم بکنن. چرا؟ بلکه فراتر از این تظاهرات، فراتر از این اعتصابات، فراتر از این مقاومت، بایستی در فردای فروپاشی نظام، سناریوی دولت موقت، تمام این مراحل، تشکیل، بله، احزاب و تمام این راهکارها رو واقعا ارائه بدن. جامعه ما امروز نیازمند یک خط مش مشخص هست و رهبران مختلف هر کدوم به سهم و جای خودشون باز وظیفه خودشون رو انجام بدن. مهمترین وظیفه من از یک سو پشتیبانی از هم‌میهنانم هست در تمام سطوح و البته رایزنی‌های بین‌المللی که کماکان ادامه داره و به سهم خودم دارم انجام میدم. پس آقای پهلوی، این رایزنی‌های بین‌المللی و این طور که شما نیروهای نظامی رو خطاب قرار میدید، از مردم می‌خواید نافرمانی مدنی انجام بدن، حالا جدا از اینکه نظام آینده چه خواهد بود و در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، الان در این مسیر این اعتراضات، آیا شما خودتون رو رهبر این اعتراضها میدونید؟ ببینید، من فکر نمی‌کنم هیچ رهبری رو در تاریخ دیدید که ادعای رهبری کرده باشه. مردم رهبرانشون رو تعیین میکنن. بنابراین من تنها توجه همین هستش که کارم رو درست انجام بدن و این به مردم ایران هست که انتخاب بکنن که چه کسی رو دنبال رو خواهند بود یا نخواهند. 4 دهه بعد از انقلاب 57، از بسیاری از مردم و حتی نخبگانی که در زمان حکومت پدر شما از دشمنان قسم خورده او بودند، میشنویم که باید به اون حکومت فرصت میداد، پتانسیل برای تغییر و اصلاحات زیاد بود و نیازی نبود که اون انقلاب انجام بشه. الان هم این رو میشنویم از بسیاری که نیازی نیست و اشتباه انقلاب 57 نباید تکرار بشه. جواب شما چه هست؟ خب البته من به سهم خودم در طول این سالها، همطور که میتونید حدس بزنید، با بسیاری از فعالین سیاسی دیروز که با حکومت پدرم مخالفت داشتند، خب فرصت صحبت و تبادل نظر داشتم و این حقیقت داره که اکثریت این افراد امروز به این مسئله واقف هستند که
اون نظام هر چقدر راجبش بخوایم ایراد بگیریم قابل اصلاح بود و اصلا انگیزش مسلمانی بود که بالاخره به اینجا برسیم. من خاطرم میاد پدرم همیشه میگفتش که من میخوام شرایطی رو فراهم بکنم که زمانی که نوبت پسرم میشه نسل او گرفتاریا که نسل ما داشتیم رو نداشته باشن و مملکت به طور کلی به جور دیگری اداره میشد. ما تا هرگز به اون مسئله نرسیدیم. پس بذار این سوال آقای پهلوی عذر میخوام. بذار این سوال یه جور دیگه بپرسم. چون به هر حال در زمان پدر شما یک مقیاس و سنجشی نبود که بشه متوجه شد که حکومت و دولت چقدر از مشروعیت برخورداره. الان با حالا جدا از این که آیا استانداردهای بین‌المللی هست یا نیست، انتخاباتی در ایران برگزار میشه و رهبران حکومت ایران میتونن به شما بگن که در همین چند ماه پیش 40 میلیون رای دهنده رفتند و به دو جناح رای دادند. یعنی قسمت اعظم رای دهنده ها در ایران، حالا به هر دلایلی، هر کدوم از اونا که در صف رای واسطه بودن ممکنه دلایل مخصوص خودشون رو داشته باشن، اما به هر جهت قسمت اعظم رای دهنده ها رفتن و به این حکومت و به این انتخابات رای دادند. پاسخ شما به اونها چه هست که به هر حال اکثریت جامعه هنوز به نظر میاد که امیدواره که از درون اصلاحات انجام بشه؟ من با این به اصطلاح تعبیر یا توضیح هم عقیده نیستم. خیلی ساده بهتون بگم، در همون زمانی که شوروی یک حکومت توتالیتر داشت میگفتن انتخابات داریم، صدام حسین هم انتخابات داشت. این معنیشی نیست که انتخابات دموکراتیک است. اولا تعریف فضای باز سیاسی و شرایط انتخابات آزاد چیزی نیست که روایت بنده و شما باشه. یه روایتی است که به صورت یک استاندارد بین‌المللی کمیسیون بین‌المجالس کشورهای دموکراتیک توضیح داده که چه شرایطی باید باشه. ما یه مملکتی داریم که نه مطبوعاتش آزاده، زندانی سیاسی داره، شما حق تشکیل حتی یک به اصطلاح سندیکای کارگری رو ندارید. اگه بخوام برم تا تهش میتونیم ساعت‌ها صحبت بکنیم که اصلا شرایط انتخابات آزاد نیست در مملکت ما. کاندیداها فیلتر میشن. این چه جور جریاتی است که مردم نتونن نمایندگان خودشون رو به مجلس بفرستن که قانونگذاری بکنن و حتی اگر قانونگذاری هم بخوان بکنن نهایتا رهبران غیر منتخبی هستن که انتخاب آخر و تصمیم آخر رو میتونن بگیرن، مثل آقای خامنه‌ای که همه چیز رو کنترل میکنه. نه، اگه واقعا بخوایم به مفهوم دموکراتیک انتخابات رو تعریف کنیم اصلا شرایطش در ایران نیست. البته اگه بخواید بگید که این نظام مردم رو وادار میکنه با مهندسی انتخاباتیشون که نهایتاً مجبورشن انتخاب بد و بدتر رو بکنن و فراموش نکنیم که اون کسی که امروز کارمند دولت هست اگه نره در انتخابات شرکت کنه از کار برکنار میشه. دانشجویی که بخواد بره دانشگاه اگر کارت دانشگاهیش مهر انتخابات نخوره نمیتونه ادامه تحصیل بده. اینو اسمش رو میذارین آزادی؟ اینو اسمش رو میذارین دموکراسی؟ کی رو مسخره کردن؟ به هر حال همین میگم، مردم امروز، جوانای امروز دیگه گول این حرفا رو نمیخورن و مطالباتشون رو با خطر جانی که مواجه باش هستن امروز در خیابون‌های امروز ابراز میکنن. این پیامشون کاملا روشنه. بنابراین جمهوری اسلامی هر ادعایی که میخواد بکنه بکنه، مردم ایران امروز دنبال یک راهکار اساسی هستن و تا زمانی که نظام سر کار هست خوب متوجه هستن که متاسفانه به هیچ عنوان نمیتونن به مطالبات چه حقوقیشون، چه سیاسیشون، چه اقتصادیشون برسن. متشکرم از شما. شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن.